درود به تمام دوستان، با قسمت 197 برنامه آیا میدانستید در خدمتتونیم. آیا میدانستید یک گل فروش فرانسوی به نام موریل مارناک در یک اقدام جالب کارکنان بیمارستانی در پرپنیان فرانسه را سورپرایز کرد؟ این خانوم گلفروش قصد داره برای قدردانی از کادر درمانی شهرشون این کار رو در سایر بیمارستانه محلی هم ادامه بده. آیا میدانید این اسب و گربه 7 ساله که با هم دوستن؟ این گربه به اسم موریس در کنار اسبی به نام چمپی زندگی جالبی داره. او برای سوار شدن از یک تیرک حصاری استفاده میکنه که به ایستگاه اتوبوس معروف شده. آیا میدانستید طبق تحقیقات دانشگاه میشیگان آمریکا، ژاپنی‌ها درستکارترین مردم دنیا در بازگرداندن وسایل گم شده به صاحبانشان هستند؟ در ژاپن بیشتر از 80% از کیف پول‌های گم شده به ماموران پلیس تحویل داده میشه. آیا میدانید مردم کشورهای حوزه اسکاندیناوی بیشتر قادر به سفر کردن هستند؟ اونا درآمدی نسبتاً بالایی دارن و نرخ بیکاری کشوراشون تقریباً نزدیک صفره. با اینکه هزینه زندگی در این کشورها بالاست، اما چون ارزش پولشون زیاده، مسافرت به تمام دنیا براشون بسیار ارزون میشه. و یا اینکه آیا میدانید به طور میانگین هر فنلاندی در طول سال 7.5 مرتبه به مسافرت‌های داخلی و خارجی میره و مردم اون رتبه اول مسافرت رفتن در جهان رو دارن؟ همچنین طبق پژوهش‌ها از هر 6 دانمارکی یکی دارای خانه در نقطه دیگه از کشوره. به همین دلیل اونا سفرهای داخلی زیادی انجام میدن و البته سفرهای خارجی رو هم فراموش نمی‌کنن. آیا میدانستید مارک زاکربرگ گفته تعداد کل خانوم‌های کره زمین حدود 3 میلیارد و 520 میلیون نفره، ولی این تعداد در فیسبوک 5 میلیارد و 770 میلیون نفره؟ آیا میدانید جاش ساندکویست 35 ساله پس از دست دادن یک پایش در اثر سرطان استخوان با تلاش زیاد همکنون به عنوان یک ورزشکار پاراولمپیک، مجری، سخنران انگیزشی و نویسندهی پرفروش در دنیا شناخته میشه؟ متاسفانه جاش در سن 9 سالگی به سرطان استخوان مبتلا شد، اما شیمی درمانی مؤثر نبود و سرانجام در 13 سالگی با یک پا زندگی جدیدی را آغاز کرد. او در 16 سالگی در مسابقات اسکی شرکت کرد و در پاراولمپیک سال 2006 به نمایندگی از ایالات متحده شرکت کرد. جاش هر سال به مناسبت هالووین با توجه به شرایط جسمانی خود عکسی را منتشر می‌کند. مثلا این عکس مربوط به سال 2014ه. آیا میدانستید بیش از 100 سال پیش، یعنی در سال 1914، یکی از اهالی شهر مونیخ آلمان به نام یوزف اشمیت یک بازی دست جمعی اختراع کرد و اون رو عصبانی نشو نامید؟ ما این بازی رو به نام منچ میشناسیم. آیا میدانید شیرینی فروشی در اندونزی کیک های قول پیکری میسازه که ساخت هر کدوم 1 ماه زمان میبره و برای جابجایی از 2 کامیون استفاده میشه؟ خوب بدونید قیمت پایه این کیک های قولاسا 400 هزار دلاره. آیا میدونید این تصویر فتوشاپ نیست؟ این تصویری از یکی از ترسناکترین موجودات آبزی، یعنی کوسه پورت جکسونه. خوب بدونید این کوسه 5 تا آبشوش داره. آیا میدانستید کماندوهای ارتش لبنان مارها رو زنده زنده میخورن؟ خوب بدونید این رسمی برای نشون دادن قدرت و جرأتشونه. آیا میدونید موش‌های صحرایی مقاومتشون در مقابل بی‌آبی از شتر خیلی بیشتره؟ آیا میدونید در نوامبر سال 2011 جو هیل، هنرمند بریتانیایی، بزرگترین نقاشی 3D دنیا رو در فضای
1115 متر مربعی ترسیم نمود؟ آیا می دانستید در سال 1902 آتشفشان کوه پلی در جزیره مارتینیک فوران کرد و همه 30,000 نفر جمعیت شهر سنت پیر کشته شدند، به جز یه نفر زندانی که اونم قرار بود همون روز اعدام بشه؟ آیا می دانید یکی از عجیبترین قبرستانهای جهان قبرستان عمودی در برزیله؟ قیمت دریافت مجوز دفن در این قبرستان عمودی که مرتفع ترین قبرستان دنیا نیست هست حدود 6500 دلاره. آیا میدونید عروس دریایی نه مغز داره، نه استخوان، نه قلب و نه حتی خون؟ بیشتر از 98% اونا رو آب تشکیل داده، با این حال 650 میلیون ساله که وجود دارن. آیا می دانستید پرنده پوتو یا ننه منقریب استادان فن استتار هستن؟ اونا از حالت بدن خود برای استتار استفاده می کنن، به طوری که گویی بخشی از کنده درخت هستن. آیا می دانید نام این کرم، کرم پلانریان یا کرم جاودانه هست؟ چون اگر این کرم ها رو تیکه تیکه کنی، بعد از 3 هفته هر تیکه یک کرم جدید میشه و حتی سر خودش رو دوباره بازسازی میکنه. حالا فکر میکنید اگه انسان این ویژگی رو داشت چی میشد؟ آیا میدانستید تعداد حشرات سراسر دنیا بیشتر از 10 کوانتیلیونه؟ یعنی به عبارت دیگه به ازای هر انسان 1.5 میلیارد حشره بر روی کره زمین وجود داره. آیا می دانستید اژدهای کومودو شباهت ظاهری عجیبی به دایناسورها داره؟ و نکته جالب درباره این جانور اینه که نوع ماده اون می تونه بدون جفتگیری تولید مثل کنه، ولی تمام نوزادان به دنیا اومده با این روش نر هستند. آیا می دانید گروهی از محققین بر روی مخدری کار می کنن که احساس گذر زمان رو بسیار کند کنه و 8 ساعت زمان رو 1000 سال طولانی نشون میده؟ اونا میخوان این مخدر رو برای مجازات زندانیان استفاده کنن. و در آخر، آیا میدانستید در قرن 20 میلادی یکی از روش‌های مجازات خیانتکارا و جاسوسان در باندهای مافیا این بود که پاهای شخص رو سیمان میگرفتن و وی رو در دریا مینداختن تا نتونه تکون بخوره یا خودش رو نجات بده و در ته دریا غرق بشه؟ خب اینم قسمت 197 برنامه آیا میدانستید بود. لطفاً لایک و کامنت یادتون نره و اگر هنوز عضو کانال نشدید فقط کافی روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و این زنگرم بزنید. و در آخر و مثل همیشه زنده باد انسانیت.